آقای عزیز، ما خیلی تشکر می‌کنیم از نمایندگان سعید سرخ تشریف آوردن اینجا و دمرنجی کردن و اومدن که با شما صحبت به حرف دلتون رو به اینا بزنید. مشکلاتی رو که داریم با سعید سرخ مطرح من نبروز هستم، حس مترجم توی دفتر تهران خواهد ما خدمت این هستیم دوش میکنیم و میداریم به سوالات کنیم میداریم جواب میدیم. سمت اشرف برادر ما بودن آنوری گذاشتیم من صحبت کردیم ولی نه نمیتونست هر چیزی که میخواد بگه. آرمان خیلی مثل خودش میگه برادرمم اون هر دیر رو که میگذر هر خودش نداره هر خودش داره باشش داره چه خودش مخصش داره. اومد تو اشتر که من رفتی بودن اینا اجازه نمیدونن ما با برادرمون راحت صحبت بکنیم. همش 20 نفر 30 نفر دور ما بودن، ما رو شکنجه روحی دادن. آقایون هستن که ما یادتونه من که هم شدن همواره دو نفر خانم با اینا بودن تا ساعت یکی بعد نصف شب بعد نصف شب تا شش صبح وقت خواب بود و همش هم با ما نبودن. میگفتن اینا کار دارن و برن دنبال کارشون، برنامه دارن، اجرا دارن و برن دنبال کار بکنن. همش هم با ما نبودن. اون ساعتی هم که با ما بودن همواره دو تا خانم با ما بودن. ساعت یک حد اول دو تا خانم، بعد رفتن ده دوازده نفر بودن ما رو ملاقات کنن. ساعت یکی بعد نصف شب که میخواستم برن گفتن الان باید فیلم برادر مسعود رجبی رو تو فلان مراسم بذاری، بعد فیلم خواهر مریم تو فلان مراسم بذاری، بعد فیلم فلان بذاری تا لحظه که میخوایی بخوابی. پس در این دو فیلم از بسکت کنترول میشد این هر کاته این برادر ما نمیتونستن کاری جوی این روبار. بعد اگه کاری میکردن برادر ما اگه کاری میکردن مثلا چیزی بذاری میشون چیز سریع دفتر رو یادش میکردن از جیبشون داره میمونن یادش میکردن. بعد ما شدیدی بینو توی جلساتی با هم حل رو در میکردن بگن اطراف کنن که چی از ذهن ما گذشت. مثلا اکی رفتیم از برادرم خواستم گفتم برای خواهرات چون فقط من ایشون رفته بودیم دو تا خواهرام نبودن، برای پدرمون، برای شوهرای ما، برای بچه‌های ما که اونجا کش برن نامه بنویسید. به من اجازه نمیدادن نامه دو شب اینا تلاشان رفتن با رئیس‌هاشون با فرمانده‌هاشون چونه میدارن حرف میزنن که اجازه به اینا بدن که اینا دو تا کلمه خط نامه بنویسن من بیارم برای خونه. حدود دو سال پیش با پدرم مراجعه کردم به سازمان و با مجاهدین خط صحبت کردم، گفتن اصلا برادرت اینجا نیست و ما برگشتیم اصلا گفتن تو کمپ نیستی، اصلا مشخصاتون که دادم گفتن اصلا اینجا نیست. بعد فرداش مجدداً مراجعه کردم چون یه عده از آقایون انجمن نجات‌خوانان رو گفتن همچین کسی هست اونجا. بعد فرداش مراجعه کردم مستقیم به آمریکایی‌ها، یعنی به مجاهدین دیگه اصلا باهاشون صحبت نکردم، با آمریکایی‌ها صحبت کردم مشخصات برادرم که بهشون دادن. بعد از حدود 20 دقیقه گفتن داداشتون اینجا هست و میتونید ببینیدش. حتی ما گفتن یه نیم تا دیگه طول میکشه تا بیاد اینجا شما ببینید. من یه جمع‌بندی بکنم از حرفا. چیزی که خانواده‌ها میخوان این هست که اولی که میخوان ملاقات داشته باشن، که ملاقاتی وجود داشته باشه، حداقل اینکه بتونن بچه‌ها تماس تلفنی داشته باشن با خانواده‌هاش. این مسئله دوم. خب این به عنوان منشور حقوق آزادی انسان که هر فرد در رابطه با ارتباط داشتنش با دنیای خارج بوده یک همچین حق و حقوق رو داشته باشه. این مسئله دوم. از طرف خودتون حالا مثلا یک نماینده بفرستید در اونجا، نماینده رسمی سعید سرخ بره توی سازمان با نظارت حالا دولت یا آمریکا یا در صحبت بکنه در رابطه با نظام حقوقی یک انسان که یک انسان چه حقوقی داره، آیا این حق داره که مثلا با خانواده خودش تماس بگیره یا این حق رو نداره. این کار رو میتونید بکنید که مثلا یه نماینده از طرف خودتون بره صحبت بکنه. همون برای اول برای این سه
من قبول میکنم این خب اینو حق دارن ملاقات داشته باشن یا تلفن بزنن یا پیمان نامه بودن من خودم فکر میکنم بهترین را ملاقات باشه چون که وقتی که فونی ها و این هم برای ما دوباره درخواست هایتون رو تکرار میکنیم به آمریکایی ها چون که این دستشونه من شخصا فکر میکنم بهترین را ملاقات باشه چون که وقتی که ایمیل یا نامه میفرستی نمیتونی نمیدونی کجا فرستی